یه کمپرسور دو مرحله ای داریم، دو مرحله 20 اسب هست. با هم دیگه میخوایم اجزای این کمپرسور دو مرحله ای رو بررسی بکنیم، قسمت های مختلفش رو. اول از قسمت ساکشن شروع میکنیم. تو قسمت ساکشن ما یه CIC داریم کنار کمپرسور نصب شده. پس قطعه CIC سمت ساکشن، دو تا سنسور ازش اومده بیرون. اولین سنسور، سنسور مرحله میانی هست. پس مرحله میانی میادش توی سیمپیچ. دومین اتصالی که بررسی میکنیم این اتصال هستش. این اتصال که زیر کمپرسور هست، سمت قالپاق در ساکشن، کاور سیمپیچ، این اتصال میشه اتصال برگشت روغن از اویل سپریتر. خب اتصال برگشت روغنمون هم دیدیم. حالا میایم این سمت. این ور ساکشن ما ساب کولر رو داریم، قطعه ساب کولر و شیر تزریقش رو. یه جور اکسپنشن محسوب میشه، پالسی عمل میکنه. ساید گلسش رو داریم. قطعات سمت ساکشن یه دونه ترمینال برقش هم هست که اینو نگفتیم. پس ترمینال برق، سنسورها رو بررسی کردیم. حالا میایم سمت کارتر کمپرسور. سمت کارتر کمپرسور دو تا اتصال داریم. اتصال بالایی برای اکولایز کردن گاز هست بین دو تا کمپرسور موازی. اتصال زیریش اتصالی هست که شما گاز و روغن رو موازی میکنید. زمانی که دو تا کمپرسور رو میخواید موازی کنید، میتونید از این اتصال استفاده کنید، دو تا کارتر رو با همدیگه لوب بکنید. همینطور بالایی برای موازی کردن گازه. یه دونه دیگه اتصال ما زیر داریم. این زیری میتونید برای شارژ روغن ازش استفاده کنید. عقب کمپرسور ما اینجا اتصال غلاف هیتر رو داریم. هیتر رو میتونید اینجا نصب کنید. این اتصال برای تخلیه روغن هست. فیلتر روغن و پیچ مگنتی فیلتر روغن هم در اینجا قرار داره. روی اویل پمپ ما دوباره دو تا اتصال داریم. یه اتصال منفی، یه صراحی هست، یه ورش سوزنیه، یه ورش اتصالی هستش که بدون سوزن هستش. خب شما میتونید از اتصال منفی مکش اویل پمپ که همون کارتر هست، مستقیم رفته تو کارتر، و اتصال دهش اویل پمپ استفاده بکنید برای اینکه فشار روغن رو ببینید، یا اینکه استفاده کنید برای اویل پرشر سویچتون. ما دوباره یه اتصال داریم که میتونیم برای پرکن روغن استفاده بکنیم، و ساید گلس روغن کمپرسور این سمت کمپرسور قرار داره با پلاکش. میایم روی سرسیلندرا. دو تا سرسیلندرا اول میشن سرسیلندرهایی که مرحله اول کمپرس کردن رو انجام میدن. این دو تا سرسیلندر گاز رو میفرستن میره توی کارتر، سمت سیمپیچ و کارتر. خب بعد از اون گاز برمیگرده توی سرسیلندر بعدی، سرسیلندر سوم. توی سرسیلندر سوم کمپرس کردن انجام میشه، کمپرس کردن نهایی، میره سمت دیسچارجمون. گفتیم که دو تا سنسور داریم تو CIC میتونیم وصل کنیم. سنسور دوم اینجا میاد، سنسور دیسچارج سیلندر نهاییمون. روی این سیلندر یه دونه های پرشر داریم، فشار بالا، یه دونه میدیوم پرشر داریم، فشار متوسط. میبینید از این اتصال هم میتونید استفاده بکنید. میایم دوباره روی کمپرسور. روی کمپرسور سرسیلندر وسطی هست به همراه سرسیلندر کناریش. خب روی سرسیلندر ما دوباره میدیوم پرشر رو داریم. خب فشار میانیمون هستش، اتصالی هستش اینجا و یه اتصال دیگه هم اینجا داریم. ما میتونیم برای تزریق مایع استفاده کنیم. زمانی که از اکولایزر استفاده نمی کنیم میتونیم تزریق انجام بدیم، تو مواردی که قرار ما دمای اواپوریتینگمون زیر منفی 30 درجه باشه. خب توی سرسیلندرای کناری که
چهار تا سیلندری هستن که کمپرس کردن اولیه رو انجام میدن. ببینید شیر ساکشن هست اینجا. داستان یکم متفاوته. سرسیلند میشه لو پرشر و میدیوم پرشر، یعنی فشار پایین و فشار متوسط، دیگه فشار بالا نیست. فشار بالا میره توی سرسیلند رو آخری، دو تا سیلندر آخری. میبینید لو پرشر اینجا خورده، پس این اتصالمون میشه فشار پایین. زمانی که اتصال فشار پایین بخواین استفاده بکنید، البته یه دونه هم روی شیر داریم، میتونید هم این رو استفاده بکنید هم از اون فشار استفاده بکنید. اینم لو پرشر هستش، اتصال فشار پایین. کمپرسور دو مرحله ای یک مقدار داستان راه اندازیش متفاوت هست. سعی میکنم توی فیلمایی این کمپرسور رو آموزش راه اندازی، نکات نصب و شاید طراحی هم وقت بکنیم و آموزش بدیم. این کمپرسور کمپرسورایی هستش که شما میتونید از طریق گروه مهندسی مهرسپند تهیه بکنید، در این حالی که پشتیبانی فنیش رو هم ما انجام میدیم.